پیام به مردم آزاده ایران. بکتاش آبتین جان باخ، زنده باد بکتاش آبتین. جان باختن بکتاش آبتین، شاعر و فیلمساز آزادی خواه و عضو مبارز کانون نویسندگان ایران، را به خانواده گرامی او، به کانون نویسندگان ایران و به همه مردم آزاده صمیمانه تسلیت میگویم. بکتاش آبتین در اثر بیماری کرونا اما به دست جنایتکاران حاکم کشته شد. این نمونه بارز قتل عمد دولتی است که از جانب ما مردم به پا خواسته ایران و آزادی خان در سراسر جهان بی جواب نخواهد ماند. مرگ بکتاش عزیز آغازگر برآمد تازه‌ای در دل جنبش دادخواهی است. فریاد اعتراض به این جنایت همراه و همبسته با اعتراضات پیگیر و قهرمانانه مادران آبان، مادران خاوران و خانواده‌های قربانیان شلیک به هواپیما، فریاد همه ما مردمی است که دیگر نمی‌خواهیم و نمی‌توانیم این زنجیره جنون آدمکشی را تحمل کنیم. موج اعتراض به این جنایت از همکنون آغاز شده است. تحسن اعتراضی همبندان بکتاش آبتین در زندان با شعار مرگ بر خامنه‌ای، بیانیه ها و اعلام همبستگی های پرشور کانون نویسندگان ایران، شورای هماهنگی تشکل های صنفی و معلمان، نهادها و چهره های سرشناس جنبش کارگری، شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران و هزاران هزار مردم معترضی که با پیام قتل عمد آبتین در مدیای اجتماعی به مقابله با جانیان حاکم برخواستند و فریاد اعتراض و شعارهای کوبنده ما مردمی که در مراسم باشکوه خاک سپاری او گرد آمده بودیم، تنها اولین گام ها در حرکت عظیمی است که در دادخواهی از قتل بکتاش آبتین آغاز شده است. جنبش دادخواهی موج بنیانکنی است که هر روز سهمگین‌تر خواهد شد و تا در هم کوبیدن نظام آدمکش جمهوری اسلامی از پای نخواهد نشست. ما مردم ایران نمی بخشیم و نه فراموش می کنیم. زندگی بکتاش آبتین سراسر مبارزه با دستگاه جهنمی سرکوب و سانسور و اختناق بود. مرگ او را نیز به ضربه دیگر به کل نظام آدمکش جمهوری اسلامی بدل می کنیم. بکتاش عزیز خود می گفت آنها سعی کردند ما را دفن کنند، نمی‌دانستند که ما بذر بودیم. بذری که بکتاش آبتین ها کاشتند به درخت تناوری تبدیل خواهد شد که تومار کل نظام ضد انسانی حاکم را در هم خواهد پیچید. گرامی باد یاد عزیز بکتاش آبتین، سرنگون باد نظام آدمکش جمهوری اسلامی. 19 دی ماه 1400 برابر با 9 ژانویه 2022.